انتخابات مجلس فدرال آلمان که در پایان سه دوره صدر اعظمی آنگلا مرکل اهمیتی ویژه و از جهاتی تاریخی داشت، روز یکشنبه 4 مهر برگزار شد. با اعلام نتایج این انتخابات، حزب سوسیال دموکرات آلمان با کسب 206 کرسی در پارلمان فدرال برابر 25.7% آرا در صدر قرار گرفت. اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی، حزب خانم مرکل و سوسیال مسیحی با کسب 196 کرسی در پارلمان فدرال برابر با 24.1% آرا در موقعیت دوم قرار گرفتند. به این ترتیب اولاف شولز، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات و وزیر دارایی فعلی دولت خانم مرکل، بالاترین شانس را برای صدر اعظمی و تشکیل دولت آینده آلمان دارد. اگرچه حزب خانم مرکل در رقابتی شانه به شانه با حزب دموکرات مسیحی در جایگاه دوم قرار گرفت، اما بسیاری میگویند خانم مرکل شخصا از محبوبیت اجتماعی بالایی برخوردار بود و اگر قصد کناره‌گیری نداشت و در انتخابات شرکت می‌کرد، چه بسا باز هم برای یک دوره دیگر برنده می‌شد. اما با کارنامه‌ای درخشان و به عنوان زنی که از او به عنوان مادر ملت یاد می‌شود، از جایگاهی ویژه و ماندگار در تاریخ معاصر آلمان برخوردار است.